بنامیان خداوند مهربان، سلام و عرض بخیر به کاروبار از یک خوش آمدین. در نخست بسته تصویری را تهیه دادیم که توجهتون را بدان مبذول می دارم. تجارت قالین که یکی از صنایع عمده دستی در کشور می باشد، در سال 1951 برای نخستین بار از سوی بازرگانان کشور به بازارهای اروپایی یعنی آلمان و انگلستان راه یافت. خرید و فروش قالین‌های افغانی با توجه به کیفیت عالی و ارزش فوق‌العاده‌ای که دارد، اکنون قالین بافان کشور را با مشکلاتی نیز روبرو نموده است، زیرا دلالان خارجی قالین‌های افغانی را به نام قالین‌های کشورهای دیگر به فروش رسانیده و زحمات کارگران پوشیده می‌ماند. 95 الی 90 درصد قالین افغانستان که در مغاره‌های کوی مغاره‌های بامیان بافته میشه و در قلات بلند این جای سخت مردم قالین می بافن، اما منافعش پاکستانی ها می خورن. به خاطر کل از او جمع می شه در مرکز و از اینجا پس انتقال می افته پاکستان و از پاکستان به نام مارک میدن پاکستان باز می رن در اروپا و امریکا و همراه ما پس رقابت هم می کنن. که عدم توجه دولت بوده، وزارتخانه بوده که بر سکتور قالین ارزش قائل نشده. صنعت قالین بافی و تجارت آن قدامت چند هزار ساله در کشور دارد. این صنعت از شمار مشهورترین صنعت‌های بافندگی در افغانستان است که در صفحات شمال و غرب مملکت رونق بیشتر دارد. قالین‌های قشنگ را به اشکال و انواع مختلف توسط قالین بافان چیره دست که بیشترین بافندگان آن را بانوان و دوشیزگان تشکیل می‌دهند، تولید می‌شود. قالین‌های افغانی انواع مختلف دارد. بیشتر انواع قالین را نظر به مناطق قریه هایی که در آنها تولید می گردد نامگذاری می کنند. قالین های قزلیاق، قرقین، دوترگل، ادرسکن، ساروخی، چوباف، قلعه زال، اندخوی، واسبروکلی، قالین گلپلیدار، دولت آبادی و غیره. مواد خامی که در بافتن قالین مهم می باشد پشم گوسفند است. پشم هایی که در قالین بافی به کار برده می شود متجانس می باشد تا قالین سرکجی و چملوکی پیدا نکند. موادایی که در قالین دستبافت افغانی استفاده میشه تقریبا 70 الی 80 درصدش از داخل افغانستان تهیه میشه. دیگهش به خاطر که مال مواشی کم شده و گوسفندای سفید کم شده و ما در قالین مواد سفید زیادتر نیازمند هستیم، پشمای عربستان سعودی و عراقی استفاده بشه. رنگ های قالین نیز در جنسیت و در زیبا بودن قالین نقش ارزنده دارد، زیرا قالین هایی که دارای رنگ پخته باشد بیشتر مورد توجه مشتریان قرار می گیرد. قالین های کشور ما به بیشتر نقاط جهان تقاضا کننده دارد، به ویژه در چندین کشور عمده مانند کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، استرالیا، هلند، دنمارک، نروژ، سویدن، فنلاند، ایتالیا، بلژیم، سویس و غیره که این کشورها بیشتر قالین و قالینچه موری را میپسندند. تا لحظات دیگر برمیگردیم، همراهی ایمان کنید. با کاربر از یک خوش آمدین آقای بای نظر نظری، استاد دانشگاه را با خود داریم و با ایشان در مورد این که مقام ها در وزارت مالی کشور گفتند که جریمه 70 میلیون دلاری به نیروهای ناتو معاف نشده است. در ابتدا ایشان را به کاربر خوش آمدید میگم. تشکر آقای نظری که دعوت ما را پذیرفتید. تشکر از شما. سلام خدمت شما عرض دارم و خدمت همه بینندگان که همین حتما ما را از طریق تلویزیون یک میبینن. خب آقای نظری، دو ماه پیش تنش‌ها میان آمریکا و افغانستان بر سر ندادن مالیه 70 میلیون دلاری با وجود آمد که از محموله های قطعات مطرح نظامی ناتو بود. خب در برابر از این واکنش های هم از سوی سناتوران امریکا در مقابل دولت افغانستان با وجود آمده که به تازگی وزارت مالی افغانستان اعلام کرد که اگر نیروهای ناتو بتانند اسناد گمرکی خود تکمیل بکنن و به دولت افغانستان تسلیم بکنن، از جریمه 70 میلیون دلاری اینا معاف میشن. در این مورد میخواییم نظر شما رو داشته باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست میخواییم بگم که اصلا هدف جای دیگری هست. بله. هدف اینجاست که آمریکا در افغانستان مانند عراق است که خودشان خواستن که امروز از افغانستان مانند عراقی گذشته بگریزن.
و این پولهایی را که به افغانستان کمک کردن خودشان از طریق کمپانی های خودشان به مصرف می رسانند. ببینین در اینجا دلیل معلوم است که وقتشان کم مانده، وقت گریختنشان کم مانده که اینا از این کشور بگریزن و پولهایی که در این کشور آورده بودن از طریق خودشان، از چینل خودشان پس بود و چینل خودشان که کمپانی هایشان است که عقل این ملت بیچاره و غریب و غروب افغانستان تلف میکنن، پس هم دوباره وقتی گریزشان آمده که سال 2014 نزدیک است و در عین حال پیمان امنیتی افغانستان است که پاره بند کرده که باید ما پیمان امنیتی را با افغانستان امضا بکنیم، چون افغانستان یک کشوری از لحاظ ژئوپلیتیک یک کشور در موقعیت خاصی قرار داره که میتونه تمام کشورهای آسیایی را تحت کنترل خود داشته باشه. این البته هدف آمریکا از امروز نیست، هدف آمریکا از سالهایی است که تقریبا در حدود میتونیم دو سه قرن پیش بگیریم میره که هدف جوت به افغانستان بیا و بتونه کشورهای آسیا را تحت تسلط خود قرار بده. خب یک بحث بسیار کلانی هست که اصلا در دنیا نظری قبل از اینکه بریم به جزئیات بپردازیم میگن که اینا در تلاش هستن که خب مثلا همین پیمان امنیتی که بین افغانستان و آمریکا است این به امضا برسه، چی سود از امضای پیمان آمریکا خواهد برد از افغانستان؟ طبعا کس پولمو برای کس میده؟ نمیده. هیچ کس بدون ادب کار نمیکنه. هیچ کشوری بدون ادب به افغانستان نامده. هر کدام یادی که اومدن مطابق خاص خودشون یک هدف دارن و امروز در آخر میبینن که البته در اینجا دلیل معلوم است که چند سالی که در افغانستان بودن هیچ کاری به مردم افغانستان نکردن، نه تنها کار کردن بلکه ضررشون به مردم افغانستان رسیده که او طفلهای بیگناه را کشتن. باید در این چند سالی که در افغانستان آمریکا بود یا ناتو بود این پولهایی را که بیش از میگن میلیاردها دلاری که به افغانستان کمک شد باید میلیاردها شرکت در افغانستان یا فابریکه ها در افغانستان بازسازی میشد که مردم های افغانستان به خارج از افغانستان نمیرفتن به کار، خودا نمیکشتن، اونا خود مصرف کار در افغانستان دخیل میدانستن و خودشان مانند سرپای خود اقتصاد میشدن میتونستن یک کاری برای خود پیدا کنن. شما اینجا فقط امریکا را مسئول یا مقصر میدانین؟ در اینجا دو دلیل اونجا وجود داره. یک کسی که به خانه یک کس مهمان میاد یقل خو مهماندار خبر میشه که کی است که به خانه ما میاد. آمریکا که به افغانستان آمده آیا دولت افغانستان در مقابلش مسئولیت داره که کسی به افغانستان آمده و در داخلی که یک کشور میگرده و هر روز طفلای بیگناه یک کشور میکشه و با بهانه های کمک پول به خودشان میارن از یک جیب به جیب دیگر میبرن، آیا کسی مسئول هست در اینجا؟ آیا کسی مسئولیت به عهده میگیره که یک تعداد از پولهایی که به افغانستان آمده در کدام رسانه‌ها مصرف شده و به کجا مصرف شده؟ آیا هایت مایل خودشان شده یا کسایی که با اونا دست دارن؟ اینجا دلیل باید روشن بسازن که برای ما آیا خودی افغانهایی که با آمریکا دست دارن پول خودشان هایت مایل کردن یا ای که خودی آمریکایی‌ها آمدن در افغانستان پولهایی که به افغانستان کمک شده هایت مایل خودشان شده؟ در اینجا باید دولت افغانستان جوابگو باشه و در این اواخر سر و صداهای یک تعداد از اماتانان ما که بلند رفته از کمپانی هایی که حتی ببینین کمپانی هایی که در افغانستان فعالیت میکنن این کمپانی ها حقوقی او غریب کارایی که کار میگن برشان اون نمیدن کمپانی های خارجی مقصدتان است. خب اینجا میخوایم یک نکته آقای نظر اشاره بکنم بر بینندای عزیز، با تماس های مکرر که با وزارت مالیه افغانستان داشتیم موفق نشدیم به دلایل مختلف اون رو هم در برنامه داشته باشیم تا اونا بتونن در مقابل صحبت های آقای نظری هم نظرات خود بتن. خب دلیل اینجاست که باید دولت افغانستان جواب بده که چرا در این تای مدتی که در افغانستان در حدود 10 سال 11 سالی که آمریکا در افغانستان است و کمک ها به افغانستان آمده کمپانی ها بیش از 10 کمپانی یا 15 کمپانی که در افغانستان فعالیت داشته چرا از ابتدای قبل از این که سال 2014 نزدیک شوه اونا رو به فرار بیان چرا مالیاتشان رو وضع نکردن و سیستمی کنترلیشان از پیششان نگرفتن که مالیات به دولت افغانستان تحویل بکنن؟ در این اواخر که اونا رو با چون پولها در جیب خودشان است و از یک طرف آوردن از جیبشان آوردن به جیب دیگه شان زدن پس وقتی گریزشان شده میگریزن میروان اینا نو متوجه این حرف شدن. خب بارها عنوان شده که دولت افغانستان در جمهوری مالیات از شرکت های خارجی ناتوان است. ببینید وقتی که ناتوان بود چرا اجازه میدادن به فعالیت؟ چرا کمک ها قبول میکردن؟ خب بگونه ایتا که میکنی جز سرمایه گذاری بوده بله. چرا پالیسی سازی نشد که هدف در افغانستان ما از بازسازی افغانستان بود نه از خرابی افغانستان؟ در افغانستان هیچ نوع بازسازی صورت نگرفته،
بیایم برای ما دولت افغانستان جواب بده که در مقابل یا دولت افغانستان آمریکا در مقابل ملت افغانستان جواب بدن. در مقابل یک فرد افغانستان، در مقابل تمام ملت افغانستان جواب بدن که در طی 10 سالی که اینا بودن و بیش از میلیاردها دلار به ایمان کمکی به افغانستان آمده چی کارهایی را کردن؟ کدام فابریکه را برای افغانستان جور کردن که حداقل 500 نفر افغانی در اونجا کار کنه؟ حداقل ما 200 نفر اشتغال در افغانستان داشته باشیم نداریم. حتی کمپانی های خصوصی که در افغانستان میخوان ایجاد شوند، خود کمپانی های خارجی به نحوی اون را ملغا میسازند. بله. در اینجا دلیل واضح است که خود خارجی ها نمیخوان این کشور آباد شود. یعنی میخوان که اینها دروغ میگن که ما بعد از سال 2014 میریم. اینها هدفشان، هدف عمدهشان این است که ما پایگاه نظامی در اینجا داشته باشیم. ما بتوانیم تسلط با کشورهای منطقه داشته باشیم. نه اینکه در اینجا ما روبگریز هستیم. روبگریز هم نیستن، دروغ میگن. اینا یک پالیسی هست، هیچ جای نمیره ای امریکا، تا هدف شبه دوست نمیره، هیچ جای نمیره ای امریکا. خب آقای نظری، در قسمت ازی که خب شما گفتین پول ها پس توسط خود ادبای خارجی از افغانستان خارج میشه و به گونه فرار سرمایه وجود داره و شرکت های هم وجود دارن، شرکت خارجی که پول شرکت های افغانی را فرار میتن و میرن، شما اینجا فکر میکنین دولت افغانستان توانایی زیر داشته داره که بتونه با اینا مقابله بکنه؟ اینا میگن ما توانایی زیر داریم، مثلا میگن ما بعد شرکت ها را خواستیم و اونا حاضر شدن، شرکت های خارجی که بیان به اثبات برسانن که از کدام شرکت چقدر پول اینا قرض دارن و پولشان دوباره بپردازن، ولی شما میگین اینا دروغ میگن، اینا فرار میکنن. میبینین کمپانی هایی که زمانی که کمپانی ها علاقمند باشه بیان به خاطر پرداخت مالیاتشان چرا جریمه شون شما؟ اگر اون مالیات میپرداخت جریمه نمیشد. جریمه یک پولی هست که بعد از مالیات است. جریمه یک عملی است که بعد از عمل است. یک عمل است که بعد از عمل بالا یک شخص صورت میگیره. وقتی که این مالیات میپرداخت چرا جریمهش کردی؟ خب در اینجا اگر این مالیات میپردازه، وقتی که کمپانی های آمریکایی در افغانستان یا کمپانی های که عضو ناتو از در افغانستان مالیات میپردازه چرا جریمهش کردی؟ و در اینجا هدف در اینجاست که زمانی که برای تو مالیات نمیپرداخت با تو به قوانین نافذه کشور یعنی افغانستان احترام نمیگذاشت، چرا اجازه داده که به داخل خاک افغانستان آمد؟ آیا این سوالا رو باید من جواب بدم، ملت افغانستان جواب بده؟ اینا باید تو دولت جواب بده که زمانی که با تو تفاهم نداشت به نفع ملت افغانستان آمدنش تمام نمیشد، اجازهش نمیدادی. اون کمپانی هایی که پول برای خودت میخوای پس میمونه که از جیب یک جیبش بکشه با جیب دیگرش بزنه. تشکر آقای نظری. تشکر. پس از وقت خبر میگردیم، با ما باشیم. در ادامه بحث خوش آمدید. خب آقای نظری، در قسمت ازی که گفتم موضوع جریمه 70 میلیون دلاری دولت افغانستان بر نیروهای ناتو از بابت مالیه، خب بعد واکنش ها سوی سناتوران آمریکایی هم برانگیخته، اونا گفتن که اگر این جریمه معاف نشه در برابر هر دلار مالیه اینا 5 دلار کمک به افغانستان قطع میکنن، یعنی کمک ها رو کاهش میدن. این شما به گونه اخطار یا هشدار بر دولت افغانستان قلمداد میکنین که همچین چیزی است؟ خب شما این گونه عکس العمل یا این گونه مسائل چگونه ارزیابی میکنین؟ ببینین یک مسئله بسیار واضح است که اخطار برای دولت افغانستان میده که تو اگر مالیات ما را چی نمیکنی، معاف نمیکنی، ما برات کمک نمیپردازیم. تو اول با قانون یک کشور که زمانی که یک انسان به یک مملکت به یک کشور دیگه سفر میکنه، یک کشور به یک کشور دیگه سفر میکنه، مطابق قوانین نافذه همون کشور رفتار میکنه. اول از این که باید مطابق قوانین افغانستان رفتار میکردن. دوم سلسله دهمش ای بود اونا مد نظر میگرفتن، اونا با تفاهماتی که با افغانستان داشتن. این اخطارهایی که امروز میته که چون وقتشان آخر است و پیمان امنیتشان امضا نمیشود، این اخطارهایشان برآمده. زمانی که اگر پیمان امنیتی امضا میشد این اخطارها هم وجود نداشت و همچنان دولت افغانستان یک ضعف در اینجا داره. دولت افغانستان باید در ابتدایی که با آمریکا تفاهم کرده بود در قسمت کمک ها، در قسمت کمک هایی که به افغانستان شده بود توسط کمپانی های خود افغانی باید صورت می گرفت یا مختلط افغانی و آمریکا.
در اینجا گذاشتن همه کاره خودشان است، خود امریکا یا خود ناتو یا خود خارجی ها در افغانستان هستن، پولا را خودشان میارن، خودشان حیف مل میکنن، خودشان اخطار میتن، اخطار با کی میتن؟ با دولت افغانستان میتن که پیمان امنیتی ما را امضا نمیکنن، یا با ملت افغانستان میتن که حقوق اون با چراغانی که رفتن زحمت کشیدن حقوق اونا را میگیرن میخرن. شرم‌آور است برای یک دولت، برای یک درمان شرم‌آور است که حقوق یک غریب میخره، یک بیچاره. او اگر امکانات میداشت با تو کار نمیکرد. بنا هم در اینجا این اخطارهایی را که برای ملت افغانستان میتی، این اخطارها بی‌معنا و بی‌مفهوم است. به معنای حدی که ما در افغانستان آمدیم هر چی کردیم خودمون میکنیم، واقعا کردن. ملت افغانستان را تباه کردن. تعدادی از اسلحه‌های افغانستان آقای نظری، این موضوع جریمه از سوی دولت افغانستان جدی پیگیری میشه، اما بعد از اعلان ازی که در بدل هر دلار آمریکایی مالیه 5 دلار کمک آمریکا به افغانستان قطع میشه، شورای وزیران به این تصمیم رسیدن که دوباره اعلان کردن توسط وزارت مالیه که اگر نیروهای ناتو اسناد گمرکیشون را تکمیل و تسلیم بکنن از پرداخت 70 میلیون دلار جریمه معاف میشن. شما این برخورد چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر این 70 میلیون دلار به نفع افغانستان تمام شوه، خوب یک کمک بسیار خوب است بر ملت افغانستان، ولی اینها در مقابل 70 میلیون دلار که میگن 5 دلار کمک، در مقابل هر دلار 5 دلار چی میکنیم؟ ما کاهش میتیم نمیتیم، به این معناست که شما با اونا با وعده هایشان وفا نمیکنن، اونا وعده خلاف ها هستن که با وعده هایشان وفا نمیکنن. شما در جلسه توکیو تعهد کردین که ما 16 میلیون دلار برای افغانستان کمک میگیم بعد از سال 2014. البته اخطارتان همین هست که ما از 16 میلیون دلار خود کاهش میدیم، جایی که کدام کمک دیگه؟ اگر این تفاهم نبوده کدام کمک دیگه؟ که کمک های شما در کجا مصرف شده و به کجا مصرف میشه؟ بگی کاهش بتی پولتا، اون پولی که آوردی خودشان از طریق یک رسانه های خارجی که ما شنیدیم گفته بررسی دفتری بررسی تخطی های آمریکا در اواخر بررسی کرده که 31 میلیون دلار در افغانستان و در عراق در اردوش ایف و میل شده، نزدیک به 93 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده. یسای بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان به تازگی به نشر رسید که اینا در افغانستان به هدر رفته. اما ما دقیقاً 31 میلیون دلار که خودشان اعتراف کردن که دفتر بررسی تخلفات آمریکایی را اعتراف کرده که در افغانستان و آمریکا ایف و میل شده. ایره ما به این معنا نمی‌گیم که خودشان دست دارن، خود سناتورهای آمریکایی که امروز اخطار میتن به این معنا است که کمپانی‌ها از خودشان است و به افغانستان کمپانی‌ها را خودشان ارسال کردن و اینا به نفع افغان‌ها کار نکردن. تا بخال اگر شما واقعا دوست افغانستان هستید و می‌خواید به نفع افغانستان کار بکنن و می‌خواید که از درد دل مردم افغانستان باخبر شون، باید مالیه افغانستان را بپردازن، باید مالیه مردم افغانستان را بپردازن، باید خاک پولی مردم افغانستان را بپردازن، بعد حقوق اون غریبه ها و بیچاره های افغانستان بود. بله آقای نظری، در خب 15 شرکت خارجی فعالیت داره، 11 شرکتش مربوط شرکت های آیساف و ناتو میشه. زمانی که دولت افغانستان نتونه مالی از شرکت ها را جمع‌آوری بکنه، این خودش سبب از این نمیشه که میلیون ها دلار درآمد مردم افغانستان از بین بره و این بر مردم افغانستان چقدر نگران کننده است؟ طبیعی است یک تأثیری بسیار بزرگی است که در اقتصاد مردم افغانستان و در اقتصاد آن غریبه ها و بیچاره های مردم افغانستان ضربه میزنه. بله. زمانی که پول غریبکار یا بیچاره و یا این که اون مزدورکاری که میره کار میکنه پول اون دادن نشه و روزها هم در آفتاب تابستان رفته در گرمی کار کرده برش، پول پرداختن نشه، طبیعی است که او تاثیر اقتصادی خود بالا، تاثیرات بزرگی یا انگفت خود بالایش داره که پولها از افغانستان بیرون میشه و از طریق زورمندانی که در داخل افغانستان آمدن بردن غریبه ها را سرش کار کردن و او پول خام از داخل افغانستان. زورمندان خارجی هستن؟ طبیعی است که خارجی هستن و یک زور دولت افغانستان نمیرسه. چرا تفاهم کردن با چرا کار را بر دولت افغانستان به خاطر بیرون رفت به مشکل پیشنهاد میکنه؟ ما راهکاری که بر دولت افغانستان پیشنهاد میگیم این است که دولت افغانستان در ابتدا باید جلوی همچون مسائل را میگرفت و مطابق کسانی که به افغانستان میان مطابق قانون قوانین نافذه کشور رفتار میکردن. ما مطابق قوانین بین المللی، ما به قوانین بین المللی احترام داریم و مطابق قوانین بین المللی رفتار میکنیم، اما دولت افغانستان باید
این نکته را مد نظر می گرفت که به قوانین افغانستان که یک کشور اسلامی است و یک کشور جنگ زده است و یک کشور غریب است و یک کشور فقر زده است و یک کشور فقیر است، کسایی که به افغانستان میان یا کمکی به افغانستان میکنن مطابق به قوانین افغانستان باید صورت بگیره، نه به خواسته های دل اشخاص ها و یا اشخاص های زورمند یا قلدره های کسایی که امروز اشخاص ها را زیر پای میکنن، مطابق به این باید راهکار میکردن. بله. و هدفی که در افغانستان هست، هدفی که دولت افغانستان باید داشته باشه، هدفش بازسازی در افغانستان باشه، هدفش اشتغال زاهی برای مردم افغانستان باشه، اگر بخواید که افغانستان یک افغانستان باثبات باشه، بهتر از است که تمام افراد و اشخاص افغانستان به طرف اشتغال بروان. او اشتغال کی ایجاد میکنه؟ دولت برش ایجاد میکنه. باید دولت مطابق قوانین کار، مطابق قوانین نافذه کشور اشتغال برای ملتش، برای شهروندانش ایجاد بکنه. میتونن که نظری نیروی کار افغانستان، نیروی داخلی همه به خاطر کار یا اشتغال به خارج از کشور سفر میکنن. ببینین در اینجا کار پیدا نمیشه که به خارج سفر میکنن. زمانی که در افغانستان، من متیقن هستم که در افغانستان فی افغان روزانه 100 افغانی هایی داشته باشه، به هیچ وجه 500 افغانی را در بیرون اگر هایی داشته باشه نمیره به بیرون از کشور و خود قربانی کار در بیرون نمیکنه. من متیقن به این باور هستم. آقای نظری، بر اساس معلومات وزارت مالیه در 11 سال گذشته گفته شده بود که تمام نیروهای خارجی که در افغانستان مستقر هستند از دادن مالیه و مسئول گمرکی معاف هستند. اون موضوع با این مسئله فعلا که اونا جریمه شدن به خاطر ندادن مالیه چقدر شما مرتبط میدونید؟ ببینین یک تحلیل کار داره که دلیلش چی است که چرا معاف میشدن؟ آیا ما در کشور مطابق قوانین کار، مطابق قوانین مالیه در صدور و واردمان عواید نداریم؟ مانند تمامی قوانین های تمامی کشورهای دنیا. زمانی که یک کس برای کشور اموال وارد میکنه، او باید مالیه بپردازه. و بدون مالیه هیچ کشور اجازه نمیده. هیچ کشوری. و وزارت مالیه افغانستان در طی ده سال گذشته که خواب بود، چرا امروز بیدار شده؟ چرا خودش هدف از اینجاست که چرا خودش با خود آیا زمانی که مالیات کمپانی های خصوصی، کمپانی های که وابسته با ناتو آمریکا هست، مالیات که نپرداختن، چرا در ابتدا، در اول، چرا یک سال قبل در 2012 سر و صدا ها را نکردن؟ این سر و صدا ها از زمان بالاشت و مقامات وزارت مالیه یا دولت افغانستان اعلان کردن که 70 میلیون دلار ما جریمه کردیم، که اون غریبه ها و بیچاره هایی بودن که با کمپانی های خصوصی کار کرده بودن، کمپانی های خصوصی آمریکایی البته کار کرده بودن، حقوقشان نپرداخته بود، سر و صدای از اونها بالا شد، تظاهرات از اونها بالا شد در شهر کابل، و بعد از اون که دیدن که اونها سر و صدایشان بالا میشه، بنا هم اینا صدایشان کشیدن که بله ها 70 میلیون دلار دیگه ما جریمه کردیم. بله. آقای نظری، به عنوان پرسش آخر از شما مطرح میکنم. خب این انصاف پذیری شورای وزیران در مقابل جریمه نیروهای خارجی در افغانستان نشان دادن، این شما چه قسم میبینید؟ این انصاف پذیری باید مستحکم باشه. مانند همین که صدا را میکشن، صدا باید محکم باشه. خب اینا اگر واقعا انصاف پذیری از اینا چگونه بوده؟ خب اینا جریمه کردن نیروهای ناتو را 70 میلیون دلار، زمانی که سناتور آمریکایی گفت که ما در مقابل پرداخت هر دلار 5 دلار کمک های ما رو قطع میکنیم، اینا انتفاضی نشون دادن، گفتن زمانی که اینا اسناد خود تکمیل کرده و به وزارت مالیه و دولت افغانستان تسلیم کنن، اینا امی جریمه 70 میلیون دلاری رو معاف میکنن. مقصد از این انتفاضی بود؟ ببینین هر گپی که یعنی در مقابل حجدار سناتور آمریکایی، اینا انتفاضی نشون دادن که حرفا رو میزنن باید مستحکم باشن. اینا اگر دولت افغانستان یا شورای وزرای افغانستان خواسته باشند که یک دولت پایدار داشته باشند و یک افغانستان باثبات داشته باشند که افرادهای افغانستان به بیرون از کشور سفر نکنند، قربانی کار نشوند، اینها باید به حرفایی که میزنند سر حرفای خودشان یقین داشته باشند و مالیاتی که از افغانستان، از افغانها برمیگیرند، در راههای مصرف شوکی بر اشتغال زاهی جلوگیری از سفرهای
افراده های افغانستان به بیرون از افغانستان مصرف شود. اونا راهکاره های اشتغال زایی را باید ایجاد بکنن. اونها باید در سر زمین های اشتغال زایی باید فکر بکنن. پولهایی را که از طریق کمک های خارجی یا هوایده های خارجی یا هوایده های داخلی که به دست دولت افغانستان میاد، یگانه راهکارش این است که یگانه جلوگیری از بیرون دفتش یا راه راستش این است که در مقابلش به مردم افغانستان اشتغال زاه برد ایجاد بکنند. تشکر آقای نظری از حضورتان در کاربار. تشکر است. این بود برنامه امروز که تقدیمتان شده. از توجه و همراهیتان تشکر. از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی با همکاران بخش خبرمانی باشید. خبر نگهدار.